به نام خدا، رامین یار محمدی هستم، فوق لیسانس مترجم انگلیسی، دانشجوی دکترای آموزش زبان، استاد دانشگاه آزاد و جامعه علمی کاربردی، مدرس مدارس برتر تهران با حدود 10 سال سابقه تدریس زبان توی مدارس مختلف. خب میخوایم درس جدید رو شروع کنیم. دانش آموزان عزیز، امیدوارم که با توجه به تمام نکاتی که با هم دیگه مرور میکنیم و مطالعه مستمر شما عزیزان، بتونیم با هم دیگه یه نمره خیلی خوب کسب کنیم و از پیس آف کیک به راحتی یک لیوان آب خوردن انگلیسی رو بهش اوورکار کنیم، چیه بشیم. اگه موافق باشین بریم شروع کنیم درس جدید رو و با تمرین زیاد، با تمام تمرین‌های شما، با تمام تلاش شما بتونیم به نتیجه دلخواه برسیم. خب قسمت اول ویژن 1 هست. ویژن 1 شروع می‌کنیم با هم. ویژن 1. خب ما میدونیم، هممون شاید شنیده باشیم که آدیو ویژوال، چیزهای سمعی بصری، یعنی چیزهای تصویری، بصر یعنی تصویر، ویژن یعنی تصویر. میدونیم از کلمات مختلفی مثل ویژوالایز، ویژوال، همه از این ساخته شده. پس الان میخوایم یه تصویر کلی، یه شمای کلی از درس یک خدمت شما عزیزان بدیم. شما با کلمه ها آشنا بشین، با ساختارها آشنا بشین، با لغت ها، با گرامر درس که راجب چی میخواد صحبت کنه، اصلا این درس راجب چیه، چی میخواد بیان کنه، آشنا بشیم، یه تصور کلی توی ذهنمون پیدا کنیم، بعد بریم شروع کنیم که تمام نکات درس رو با هم دیگه ریویو کنیم، بخونیم و کامل یاد بگیریم. خب اولین صفحه کتاب که قبل از درس یک هست، یعنی قبل از اینکه من درس یک رو ببینم، این قسمت توی کتاب مشخص هست و ما باش روبرو میشیم. گفته که lesson 1 saving nature. خب یه بار دیگه میگیم با آرامش کامل، saving nature. خب به من بگید saving nature یعنی چی؟ سیو یعنی چی؟ هممون شنیدیم، حتی وقتی میخوایم شماره یک نفر توی گوشی موبایلمون سیو کنیم چه اتفاقی میفته؟ درسته، این شماره ذخیره میشه. خب پس سیو به معنی ذخیره کردن هست. حالا سیو مانی یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ ذخیره پول به چه معنی هست؟ بله، جمع‌آوری پول. حالا سیو نیچر یعنی چی؟ وقتی میگم سیوینگ نیچر، آیا طبیعت رو میشه ذخیره کرد؟ چه جوری؟ چه معنی میده؟ براو به شما، یعنی بله، نجات طبیعت. ما میدونیم که طبیعت، فضای سبزمون، جنگل‌ها دارن از بین میرن، گلوبال وارمینگ یا گرم شدن زمین داره اتفاق میفته. تمام انسان‌ها، ماها باید تلاشمون رو کنیم که نیچرمون سیو بشه. پس به زبون ساده خیلی ریلکس و راحت، ببین سیوینگ نیچر یعنی نجات طبیعت. نیچر هم طبیعت پیرامون ما، جنگل‌ها، جنگلز، فارست، اقیانوس ها، اوشنز، کوه ها، چی میشه؟ مانتینز، بله، دزرتز، چیزهای مختلف، اینا همه طبیعت پیرامون ما هست و سیوینگ نیچر چیزیه که ما مد نظرمونه. خب، یه سری قسمت های مختلف داره درس. میخوایم قسمت های مختلفش رو ببینیم که هر قسمت درس چه معنی داره. یعنی وقتی گفتیم که قسمت get ready، قسمت اول هست، get ready. get ready به چه منظور هست؟ چی هست؟ چی میخواد از ما، به ما یاد بده؟ از ما چی میخواد؟ هدفش چیه؟ ها؟ در واقع گولش چیه؟ get یعنی به دست آوردن و حاصل کردن، ولی get ready یعنی آماده شدن. پس introduction to the lesson، قسمت get ready introduction to the lesson هست. introduction یعنی مقدمه. ما هر چیزی که بخوایم بخونیم، هر چیزی که بخوایم راجعش آگاهی داشته باشیم، یه مقدمه نیاز داریم. introduction مقدمه ماست، یعنی یه شمای کلی توی ذهن من شکل بگیره راجع به اون موضوع. حالا هر موضوعی که هست، هر چیزی میتونه باشه. پس introductionی که به شما میده واسه اینه که ذهن من آشنا بشه با متنی که میخوام بخونم. introduction to the listen، به حرف اضافه to دقت کنید. introduction to the listen، حروف اضافه preposition ها معمولا ما بچه ها خیلی وقتا باش مشکل داریم، ها؟ باید سعی کنیم که کامل یادش بگیریم که دیگه هیچ جا اشتباه نکنیم. قسمت بعد conversation. مطمئنم که الان همتون میدونید که conversation یعنی چی. از من زودتر میگید conversation یعنی مکالمه.
یعنی دیالوگ، گفتگویی که معمولا بین حداقل دو نفر اتفاق میفته. آیا ممکنه بیش از دو نفر باشه؟ جواب چیه؟ بله، ممکنه کانورسیشن بین سه نفر، چهار نفر اتفاق بیفته. پس الزاماً دو نفر نیست. حداقل دو نفر نیاز دارن که این گفتگو، این بحث، این صحبت بینشون اتفاق بیفته. به این میگن کانورسیشن. کانورسیشن هدفش چیه؟ Visiting the Museum of Nature and Wildlife. کانورسیشنی که توی این درس مطرح شده به چی میپردازه؟ Visiting the Museum of the Nature and Wildlife. مشخصاً موزه طبیعت و حیات وحش، وایلد لایف. کلمه ویلد نمیخونم، وایلد یعنی وحشی و لایف یعنی زندگی. زندگی وحشی به چی گفته میشه؟ براوو، حیات وحش. نیچر اند وایلد لایف، میوزیم آف نیچر اند وایلد لایف، یعنی موزه طبیعت و حیات وحش. حالا ویزیتینگ یعنی چی؟ چرا سی نگفت؟ چرا لوک نگفت؟ چرا ابزرو نگفت؟ تمام اینا به معنی نگاه کردنه. چرا ویزیت میگه؟ معمولا واسه بازدید از جایی ما از ویزیت استفاده میکنیم. حتی اگه من بخوام در واقع به خانه ریلیتیو برم، یعنی خویشاوندان خودم، از ویزیت استفاده میکنم. I visit my uncle's house. یعنی چی؟ یعنی رفتم به خانه عمو یا دایی خودم. ملاقات کردن، وقتی آدم میره ملاقات میکنه یا یه بازبینی میکنه یا در واقع دیدار میکنه. Visiting the museum یعنی بازدیدی از موزه. موزه چی؟ موزه طبیعت و حیات وحش. قسمت سوم New Words and Expressions هست. Words رو هممون میدونیم. اسم دیگه New Words چیه؟ Vocabularies. Bravo. New Words and Expressions. Expression همون idiom هست. منتها اکسپرشن ها رو معمولا میشه از روی ظاهر حد زد، ولی ایدیمز ها هیچ وقت از روی ظاهر حد زدنشون ممکن نیست. خب اکسپرشن رو یاد گرفتم. ایدیم یعنی ضرب المثل، یا در واقع به قول معروف اصطلاحات. ولی ضرب المثل ها خاصه اسم خاص خودشون هم دارن که بهش پراورب میگن. پراورب، P-R-O-V-E-R-B. براوو، پراورب یعنی ضرب المثل. توی کتاب فعلا ما به ضرب المثل ها نمی پردازیم، فقط به اکسپرشن ها فوکس می کنیم، روش کانسنتریت می کنیم، تمرکز می کنیم، ببینیم راجع به چی هست. Learning vocabulary of reading. پس تو این قسمت فقط لغات جدید و خاص ریدینگ مد نظر هست. کانورسیشن رو نمی خونم. توی قسمت نیو وردز به لغات جدیدی که توی ریدینگ مطرح شده یا همون ریدینگ کامپریشن، درک مطلب پرداخته میشه. قسمت بعد ریدینگ هست. خب endangered animals. خب ببینید danger یعنی چی؟ وقتی میگم it's dangerous، it has some danger، یعنی چی؟ یعنی خطر. و dangerous یعنی خطرناک. حالا این danger معمولا وقتی که به یه دونه صفتی یا اسمی، معمولا بیشتر واسه اسم اینجوریه، en اولش اضافه شه فعل ساخته میشه. شما دقت کنید بچه ها، danger en بهش اضافه شه میشه چی؟ in danger. reach میشه in reach. با هم دیگه ببینیم. danger و reach. خب الان من یه en به این اضافه میکنم، in danger یا in reach. خب اینا تبدیل به فعل شدن. in danger یعنی در معرض خطر بودن، این ریچ میدونیم ریچ یعنی غنی، ثروتمند، پر. این ریچ یعنی غنی سازی، غنی کردن، بهتر کردن، بهبود یافتن. خب پس از این دنجر و این ریچ مشخصه که en فعل به ما داد. حالا ببینیم اینجا چی میگه. endangered animals، اون ایدی که گرفته فعل منو تبدیل به صفت کرد، حیوانات در معرض خطر. پس endangered یعنی در معرض خطر، یعنی حیواناتی که ممکنه که نسلشون discrimination واسش اتفاق بیفته، منقرض بشه و ما باید مواظب باشیم که این اتفاق نیفته. نباید واسه بین حیوانات تبعیض قائل بشیم. حیوانات گونه هایی که در معرض خطرن رو باید سعی کنیم که نجات بدن، مثل یوزپلنگ ایرانی که حالا تو این درس صحبت کردیم که حالا به ایرانیان چیتا میتونیم ازش نام ببریم. خب این که reading comprehension هست. گرامر، دیکته گرامر رو دقت کن. الان ممکنه استاد شما، معلم شما تو کلاس ازت بپرسه که
بیا گرامر رو کلمش رو پای تخته بنویس. ممکنه شما بدونی بلدی ولی اینجوری شاید نباشه. ولی اینکه همیشه انقدر آسونه که بعضی وقتا آدم چیزای آسون اشتباه میکنه. گرامر ای درش نداره و دبل ام نوشته میشه. گرامار نوشته میشه. یعنی جی آر ای دبل ام ای آر. ولی گرامر تلفظ میشه، پرونانس میشه. با دیکته گرامر دقت کنیم که با هم دیگه اشتباه نکنیم. راجع به فیوچر تنس هست یا ویل، یعنی زمان آینده. تنس به زمان فعل گفته میشه، فیوچر تنس یعنی زمان آینده، پس ویل هست. و البته از تو بی گوینگ تو هم استفاده میتونیم بکنیم که حالا با هم میخونیم با هم دیگه. لیسنینگ اند اسپیکینگ یعنی شنیدن و صحبت کردن. تاکینگ اباوت اسکیجولز اور پلانز، صحبت در مورد برنامه های شما، نقشه های شما. همه ما یه سری برنامه نقشه توی ذهنمون داریم. بعضیامون میخوایم تو آینده شغلمون انتخاب کردیم، ست گول کردیم، گولمون انتخاب کردیم، هدفمون انتخاب کردیم. یکی میخواد دکتر بشه، یکی میخواد نرس بشه، یکی میخواد وت یا وترین به معنی دامپزشک بشه و و انجینیر و شغلای مثمر ثمر دیگه. خب این برنامه ریزی میشه پلن شما، این میشه گول شما. اسکیجول هم برنامه ریزی درسی ها میگن، برنامه ریزی تایمی ها میگن. مثلا شما برنامه ریزی میکنید که فردا از این ساعت تا این ساعت درس میخونم، ساعت بعدی ممکنه بیرون تشریف ببرید، ممکنه برید یک کلاس ورزش، پس در واقع یک کلاس زبان، چرا که نه؟ پس در واقع میتونید از این کلمه اسکیجول استفاده کنید. تلفظش اسکیجول هست به معنی برنامه یا پلان. پرونانسیشن یا در واقع تلفظ هست، پرونانسیشن همون تلفظ هست، هممون میدونیم که تلفظ کلمه رو میپردازه. اگه به جمله تبدیل شه میشه اینتونیشن، یعنی طرز قرائت جمله، که میتونه رایزینگ یا فالینگ باشه، یعنی به صورت صعودی یا نزولی باشه. خب فالینگ اینتونیشن یعنی چی؟ یعنی جمله من کاهش پیدا کنه، بیاد پایین. فالینگ اینتونیشن یعنی طرز قرائت جمله به این صورت باشه که به صورت نزولی هست یا کلمه. خب رایتینگ که مشخصه، خیلی بحث با هم دیگه داریم سر رایتینگ. میخوایم بخونیم که چجوری باید پاراگراف بنویسیم، حتی تاپیک سنتنس چیه، مین آیدیا کجا میاد. اگه قول بدید که خوب میخونید و کار میکنید و تمرین میکنید، همه اینا رو با هم دیگه یاد میگیریم. رایتینگ راجب ناون سینگولار یا پلورال تایپس اف ناونز اند ناون میکرز هست، راجب انواع اقسام اسامی هست، اسمهای مفرد و جمع. ما میدونیم مثلا کلمه بوک رو ببینیم، خب جمع چی میشه کلمه بوک؟ به من بگید چجوری جمع میشه. بله میشه بوکس. اما کلمه من به چه معنیه؟ به معنی آقا، مرد، حتی به معنی انسان هم به کار میره. اگه جمع بشه آیا منز هست؟ میگیم خیر، تبدیل میشه به من. پس بعضی از قوانین متفاوتن. ما همیشه خوندیم اس کلمه رو در واقع اسمو جمع میکنه، ولی بعضی وقتا اس نمیتونه جمع کنه، خود کلمه باید تغییر پیدا کنه، یعنی من تبدیل بشه به من. این خیلی نکته ظریفی هستش که حالا به مرور با هم دیگه خواهیم خوند. و what you learned یعنی چی یاد گرفتی از این درس، آتپوتت میخواد ببینه چیه، رندمانت چیه، چی یاد گرفتی، که ریویوینگ لسن وان هست. وقتی ریویو میکنی یعنی داری تمرینا رو حل میکنی. هرچه تمرین بیشتر و درستری با اکیوریسی بالاتر حل کرده باشی، این نشون میده که شما کامل اون درس رو فرا گرفتید و it isn't any problem for you، هیچ مشکلی واسه شما نیست. خب درس دو راجبه Wonders of Creation هست. من اینا رو میخوام فهرستوار به شما بگم که هر درسی راجبه چی هست. دیگه نمیریم تو دیتیلزش، نمیریم تو جزئیاتش. درس اول رو به دیتیلز خوندیم به خاطر اینکه میخواستیم تمام امروز تمام این تمرین ها رو با هم حل کنیم، تمام نکات رو یاد بگیریم. اما درس دو هم میبینیم که راجبه Wonders of Creation هست، یعنی عجایب خلقت. همونجور که میدونیم خداوند مهربون و متعال ما رو خلق کرده. And we are the most important created in the world، یعنی ما a creature in the world، ما مهمترین مخلوق خداوند هستیم. این درس به این میپردازه که در واقع wonders of creation چی هست. میدونیم که بدن انسان سرشار از عجایب هستی هست، عجایب خداوند هست، الطاف خداوندی. و این درس دونه دونه به این نکات پرداخته که حتی اومده مثلا wonderful liquid یعنی یه مایع
شگفت‌آور. حالا آیا آب منظورش هست که مایه حیات هست؟ خون منظورش هست؟ باید بریم برسیم بخونیم با هم و شما زودتر از من بگید که چیه. پس درس دو موضوعش در این مورده و نکات خاصی مطرح شده توش. درس سه که ما داریم value of knowledge هست. هممون میدونیم که ارزش دانش یا علم بسیار بسیار بالاست و knowledge به معنی دانش هست، science به معنی علم هست در واقع، و knowledgeable کسیه که دارای دانش هست. پس knowledge یعنی دانش و value of knowledge یعنی ارزش و بهای دانش که واقعا تعریف نشدنیه و شمایی که درس میخونید، شمایی که به بهترین مدارج علمی میرسید در بهترین دانشگاه ها، اون موقع است که میبینید که value of knowledge چقدر بالا هست. حالا این درس اومده راجع به پزشک حاذق ایرانی ابوعلی سینا صحبت کرده و نکات خاصی که در موردش هست، گرامرش راجع به past progressive هست که با هم دیگه خواهیم خوند، یه سری وربا اومده action and state verbs مطرح کرده و چیزهای دیگه از این قبیل که با هم دیگه بهش خواهیم پرداخت. درس بعدیمون یا درس 4 traveling the world هست. تراولینگ یکی از عادات و فیوریت های بشر هست. اکثر مردم خیلی علاقه دارن به تراولینگ، برن شهرهای عزیز کشورمون رو ببینن، برن کشورهای دیگه عجایب دنیا رو ببینن. تراولینگ در واقع عادت پسندیده بین انسان ها هست. تراولینگ دی ورلد خب یکی از آرزوهای بشر بوده همیشه که در واقع سفر به اقصی نقاط دنیا، و تراولینگ به معنی سفر کردن هست. واسه سفر ما تریپ داریم، جرنی داریم، travel داریم و چیزهای دیگه هم وجود داره که حالا بهش خواهیم رسید. توی این درس گفته در واقع finding a good tourist destination، finding که یافتن و پیدا کردن، tourist destination یعنی مقصد گردشگری. ما میدونیم اگه بخوایم بریم سفر جایی ترجیح میدیم که در واقع historical site، مکانهای تاریخی زیادی داشته باشه یا جاذبه‌های گردشگری زیادی داشته باشه. پس این یه tourist destination است، مثل شهر اصفهان، مثل شهر شیراز. خب برای اینکه در واقع توریست دستینیشن زیادی داره، این درس به تفصیل اومده در مورد توریست دستینیشن و تراولینگ دی ورلد صحبت کرده و به اون پرداخته. حالا میخوایم لسن وان رو با هم دیگه شروع کنیم، ببینیم که لسن وان راجع به چی صحبت کرده. سیوینگ نیچر رو که مطرح